شده بود، ترسیده بود. گفتگو با نزدیکان پزشک ایرانی سوئدی محکوم به اعدام. همسر احمد رضا جلالی میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده. الان افراد دیگه مثل سابق نیست که بیان دستتو بگیرن از خیابون ردت کنن. بار سنگین کرونا بر دوش معلولان در ایران، میگویند دولت یاری نکرده. و این بتهوون نیست. آلبومی ساخته یک آهنگساز ایرانی برای 250مین سالگرد تولد موسیقیدان بزرگ آلمانی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، میگوید او قربانی روابط ایران و اروپا شده و از دولت ایران خواسته که آقای جلالی را آزاد کند. احمد رضا جلالی 3 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. وکلایش گفتند که از او زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و پیش از تایید حکم اعدام در دیوان عالی فرصت ارائه دفاعی داده نشده. کاوون خاموش پای صحبت خانواده و همکاران او در استکهلم نشسته. زمستان دیگر و فصل دیگر جدایی. همسر ویدا مهرانیا دور از این هیاهو، دور از خانواده، در سلول انفرادی در تهران زندانی است برای 4مین سال به اتهام جاسوسی و در انتظار حکم اعدام، اتهامی که بارها رد کرده. ویدا مهرانیا در استکهلم زندگی می کند و در تمام این سالها تلاش کرده ثابت کند همسرش بیگناه است. احمد رضا جلالی هفته پیش در تماس کوتاهی از زندان اوین به خانواده‌اش گفت شاید آخرین بار باشد که صدای او را میشنوند. شنیدن این جملات برای ویدا و فرزندانش چیزی کم از یک کابوس نبود. خیلی شوک شده بود، ترسیده بود و واقعا از من کمک خواستش، به خاطر اینکه خودشم باور نمی‌کرد چیزی و احساس درماندگی شدید می‌کردش، چون خب کسی که اونجا گرفتار شده خیلی براش سخته و احساس می‌کنه هیچ کاری نمی‌تونه انجام بده، هیچ قدرتی نداره و مونده اونجا بدون هیچ کمکی و یک هفته دیگه بهش میگن که میخوان اعدامش کنن. خب خیلی خیلی سخته، هیچ کسی نمیتونه تصور کنه. گفته شد که تماس هفته پیش روز سه‌شنبه تماسی برای خداحافظی بود. کنار آمدن با این مسئله برای شما و فرزندانتان چقدر سخت است؟ احمد رضا به من گفت اگر اتفاقی افتاد به پسرم، یعنی آریون، نگین که منو اعدام کردن، بهش بگین که من تو تصادف کشته شدم، چون بچه من نمیدونه که پدرش تو زندان هست. و برای خود ما هم خیلی انقدر سخت هست که به خاطر همین مجبور بودیم که هر جایی که بتونم کمک بگیرم از مجامع بین‌المللی، از دولت سوئد، که بتونم که کمک بکنم که این اتفاق نیفته. احمد رضا جلالی، متخصص شناخته شده ایرانی سوئدی در مدیریت بحران و آمادگی بیمارستانی برای حوادث غیر مترقبه، دکترا دارد و جلسات دانشگاهی متعددی در این حوزه در ایران برگزار کرده است. 4 سال پیش به دعوت دانشگاهی برای برگزاری سمینار تهران رفته بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. 1 سال بعد در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دادن اطلاعات برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به اعدام محکوم شد. احمد رضا جلالی سال 2009 میلادی وارد سوئد شد و در سال 2012 از پایان نامه دکترای خود با تمرکز بر آمادگی و ایمنی بیمارستانی برای مدیریت فجایع غیر مترقبه در اینجا شاخه از انستیتوی کارولینسکا در جنوب استکهلم دفاع کرد. احمد رضا جلالی بیشتر وقت خود در استکهلم در این راه روها مشغول پژوهش در حوزه مدیریت بحران و حوادث طبیعی و غیر مترقبه بود. عکس او با گذشت چندین سال هنوز اینجا هست، اما جایش بین همکارایش و سایر پژوهشگرا همچنان خالی است. وقتی شنیدم که او بازداشت شده خیلی تعجب کردم. هنوزم غمگین و ناراحتم. ورونیکا لنستروم 4 سال با او در یک اتاق مشغول تحقیق بود. I asked him why he went to Iran.
من چون در مورد وضعیت ایران میدونستم ازش میپرسیدم که چرا سفر میکنه، چون من فکر نمیکردم ایران امن باشه، ولی همیشه میگفت تحقیقی که انجام داده در مورد آمادگی برای بحرانهای طبیعیه و برای مردم ایران خیلی اهمیت داره، چون ایران در نتیجه این حوادث خیلی ضرر کرده. به همین دلیل بود که به ایران میرفت. احمد رضا جلالی پس از گرفتن مدرک دکترا به همکاری با این دانشگاه ادامه داد. زیر نظر لیزا که میگوید او قبل از آخرین سفرش به ایران هیچ کلاس و سیمیناری را از دست نداده بود. پزشکی مدیریت بحران حوزه جدیدی در کارهای تحقیقی به شمار میاد. برای همین میتونم بگم که سهم او در این حوزه چشمگیر بود و به نظر من اشتیاقی که به مردم کشورش داشت انگیزه اصلی او برای کمک بود، نه تنها به مردم ایران که برای پیشبرد تحقیقش هم تأثیر فراوانی داشت. فهرست شهروندان خارجی و دو تابعیتی که ایران به ظن جاسوسی زندانی کرده بلند است. سازمان‌های مدافع حقوق بشری تهران را متهم کردند که با این ترفند در پی امتیازگیری از کشورهای مطبوع زندانیان بوده است. ماه گذشته ایران یک پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی را که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده بود پس از 2 سال آزاد کرد، در بدل 3 زندانی ایرانی. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز هنوز در ایران در بند به سر می‌برد. احمد رضا جلالی پایان نامه دکترای خود را به زلزله زدگان بم اختصاص داده. همسرش ویدا مهرانیا امید خود را از دست نداده، ولی هر خبری که از ایران به او میرسد را با دلهوره و وسواس دنبال میکند. چندین سال با همه اینها که گذشته و دانشمندان هسته‌ای که ترور شدند و هیچ در واقع بارها چند نفر را اعدام کردند، ولی در واقع متهم اصلی پیدا نشده و این بار قرعه افتاده به گردن احمد رضا. ویدا مهرانیا از ایران خواسته پرونده همسرش را بازنگری کند. در سوئد تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی ادامه داشته، اما ایران به مقام‌های غربی گفته در آنچه امور داخلی خود می‌خواند مداخله نکنند. مقام‌های سوئد برای مصاحبه حاضر نشدند، اما گفته می‌شود مذاکرات برای نجات جان احمد رضا جلالی ادامه دارد. کاون خاموش، بی بی سی، استکهلم. بعد از مرگ یک خانواده ایرانی در کانال مانش، بریتانیا دست به اقدامات سختگیرانه ای زده تا مهاجرت پرخطر پناهجویان از طریق دریا را متوقف کند. به همین منظور قرارداد چند میلیون دلاری با فرانسه بسته شده و عملیات شناسایی و دستگیری گروه‌های قاچاق انسان هم سرعت بیشتری گرفته. اما چرا برخی پناهجویان جانشان را به خطر می‌اندازند تا از یک کشور امن اروپایی مثل فرانسه خود را به بریتانیا برسانند؟ پرهام قبادی به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلستان رفته و با چند پناهجوی ایرانی صحبت کرده که به تازگی از همین مسیر خود را به بریتانیا رساندند. پناهجویان در حال گذر از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا می آید. با قایق‌های ناامن دل به دریا زدند. اما چرا پناهجویانی که در یک کشور امن غربی مثل فرانسه هستند جانشان را کف دستشان می‌گذارند تا به بریتانیا برسند؟ برای جواب این سوال به یک اردوگاه پناهجویان در جنوب انگلیس رفتم، شهر ساحلی فوکستون. کمپ یک پادگان متروکه بوده که حالا پناهجویان مرد در آن اسکان دارند. موفق شدم با مسعود و اکبر، دو پناهجوی ایرانی، صحبت کنم. مسعود میگوید وقتی در طول مسیر در کشور اسلوونی دستگیر شد درخواست پناهندگی داد، اما تقاضایش رد شد. سه تا ردی بیمورد. حق کار ازت گرفته میشه، اگه خونه داشته باشی ازت گرفته میشه، حساب بانکیت بسته میشه و مجبورت میکنه که بری، چون هیچ راه دیگه ای نداری. چون اگه وایسی دوباره میای تو دیپورت سنتر و میری تو پروسه دیپورت به کشورت. اومدم آلمان، یه کشور بهتر و نزدیکتر بود، و آلمان به خاطر دوبلین منو برگردوند. قانون دوبلین میگوید پناهجویانی که به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شوند، همان کشور موظف است به درخواست پناهندگیشان رسیدگی کند. مسعود که از آلمان رانده و از اسلوونی مانده بود، به وکیل مراجعه میکند.
یه وکیلی به من گفته که تو بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از اتحادیه اروپا خارج بشی. گفتم من نمیتونم برگردم. گفت نه بر نگرد، برو جلو به سمت انگلستان، اون داره از اتحادیه اروپا خارج میشه و شرایطش فرق داره. و منم دیگه دیدم هیچ راهی جز رفتن به انگلستان نداشتم. اکبر پناهجوی 42 ساله ایرانی هم چون در یونان درخواست پناهندگی داده بود نمیتوانست در آلمان یا کشورهای دیگر بماند و میگوید ناچار بود خود را به بریتانیا برساند. من اثر یونانو داشتم، کشورهای دیگه نمیتونستم برم. من دوستم مثلا آلمان بود یا اتریش بود، دوبلینگش در اومده بود، برگردونده بودن، مجبور شدم که پاشم بیام اینور. اکبر بار اول در راه رسیدن به بریتانیا نزدیک بود غرق شود، اما حتی این تجربه وحشتناک باعث نشد پا پس بکشد. سری اول قایقمون نزدیکای آبای بین المللی بود، پاره شد، هممون داشتیم غرق می‌شدیم. اگه کشتی فرانسوی نمی‌اومد ما رو نجات بده، هممون مرده بودیم. دفعه دوم دیگه قایقمون جلوش سلاخ شده بود، کشتی انگلیسی اومد کمکمون. یعنی شرایط اگه کسی نمی‌اومد کمک کنه، امکان غرق شدنمون هم بود. چون قایقا دست دوم مینداختم، من پولم کم بود، با این افرادی میومدم که کم پول میگرفتم ولی قایقای دست دوم مینداختم. در هفته های اخیر بریتانیا در حرکتی ضربتی تلاش کرده راه مهاجرت دریایی را شش قفله کند. تصاویر هفته پیش، 14 عضو یک گروه قاچاقچی انسان را در لندن دستگیر میکنند. اهل سوریه است. چند روز پیش از این هم با فرانسه قرارداد بستند. 40 میلیون دلار دادند تا فرانسه نیروهایش را دو برابر کند و تجهیزات مورد نیازش را خریداری کند. اقداماتی بعد از اینکه یک خانواده ایرانی 1.5 ماه پیش در کانال مانش غرق شدند. اکبر و مسعود بعد از تحمل 3-4 سال سختی در مسیر بالاخره به بریتانیا رسیدند. اما شرایط با آنچه فکر می‌کردند بسیار متفاوت است. چند نفر اینجا اقدام به خودکشی و خودزنی کردن. همین هفته پیش بود سالن روبروی ما، دو نفر جفت رگاشون رو زدن و بردنشون بیمارستان، دیگه خبر ازشون نداریم. مثلا الان بهش میگیم که آقا بیا ملافه‌ها رو عوض کن، میگه که ندارم. میگه یک ماه عوض نکردی. پناهجوان ماها و برخی سالها در مسیرن تا به بریتانیا برسن. برخی جونشون رو کف دستشون میذارن و از دریا عبور میکنن تا به بریتانیا برسن. مسیری که بسیار پرخطره و برخی جونشون رو از دست دادن. اما وقتی به اینجا میرسن به اردوگاه پناهجوها میان، مثل اینجا در شهر فوکستون. و در اینجاست که متوجه میشن که واقعیت زندگی پناهجویی با اون چیزی که در ذهن داشتن بسیار متفاوته. پرهام قبادی، BBC، فوکستون. 3 دسامبر برابر با 13 آذر روز جهانی معلولان است، روزی که هر سال در آن رسانه‌ها درباره نیازها و مشکلات معلولان در ایران صحبت می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها خواسته تا در دوران شیوع کرونا خدمات ویژه معلولان ارائه کنند، اما بعضی از معلولان می‌گویند که دولت ایران از آنها به مقدار لازم حمایت نکرده. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. کرونا زندگی همه مردم جهان را سخت‌تر کرده. زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ماهاست دیگر شبیه قبل نیست. بخشی از جامعه که زندگیشان سخت‌تر شده معلولان هستند. معلولان در خطر جدی‌تری نسبت به بقیه نیستند، اما بسیاری از آنها به بیماری‌های زمینه‌ای هم مبتلا هستند و در نتیجه بیشتر در معرض ابتلا به کرونا. از طرف دیگر افراد دارای معلولیت به دلیل شیوع کرونا و شرایط تحمیل شده بر آنها ممکن است اضطراب بیشتری تجربه کنند. بعضی از معلولان برای انجام کارهای روزانه نیاز به کمک دارند، برای همین نمی توانند خود را قرنطینه کنند. استقلال معلولان هم در دوران کرونا کاهش پیدا کرده. خیلی از آنها مجبور به خانه نشینی شده اند. دختر من 16 سالشه. سالها تلاش کردم با کمک متخصصان بهش آموزش بدیم تا از جامعه گریزون نباشه. از زمان شیوع کرونا توی خونه زندونی شده. روحیش خیلی بده. همه تلاشمون به هدر رفته. از طرف دیگه به دلیل ابتلا به اوتیسم رعایت بعضی از پروتکل‌های بهداشتی براش راحت نیست. میترسم اگه از خونه بیرون بره مبتلا بشه. گروه دیگری که تحت تاثیر کرونا زندگی روزمره‌شان سخت‌تر شده نابینایان هستند. گروهی که بیشتر ارتباطشان از طریق لمس سطوح است و آلوده شدن سطوح به ویروس می تواند به قیمت جانشان تمام شود.
تمام کلاس های ورزشی، فرهنگی، هنری و هر چیزی که شما فکرش رو کنید که ما شرکت میکردیم کنسل شده. خودم مبتلا به کرونا شدم و حدود 3 هفته درگیرش بودم. بحث خیابون رفتن و اینکه بچه ها بخوان از خیابون عبور کنن هم یه موضوعه که خودش جای بحث داره، چون الان افراد دیگه مثل سابق نیست که بیان دستتو بگیرن از خیابون ردت کنن. اینقدر مردم میترسن که واقعا شرط سختی هستش. استفاده از ماسک تقریبا ارتباط ناشنوایان و کمشنوایان رو با دیگران قطع کرده. من کمشنوا هستم. من سمک استفاده میکنم و برای ارتباط هم به لبخونی تکیه میکنم. تأثیری که کرونا توی زندگی من داشت این بود که مجبور شدم از کارم که توی بیمارستان بود بیام بیرون، اولا به خاطر کرونا و دوم اینکه ارتباط برای من به خاطر ماسک زدن سخت شده بود، چه بین همکارام چه بین بیمار که میومد. جدا از اون هم به تنهایی کار اداری کردن برام خیلی سخت شد، به خصوص اینکه کارمندای بانک و سایر اداره ها با من همکاری نمیکردن. اما چطور می شود در دوران کرونا نکات بهداشتی را رعایت کرد و با ناشنوایان ارتباط برقرار کرد و زندگی آنها را سخت‌تر نکرد؟ میشه که از شیلد ها استفاده کرد، میشه که با رعایت فاصله صحبت بکنیم، یا اینکه میشه که برای ما یادداشت بکنن. خود من وقتی که میدونم جایی قرار برم که ناشنوا وجود داره ماسک شفاف میزنم، البته که خیلی کارایی نداره به خاطر اینکه بخار میکنه. تمام اعضای خانواده من ناشنوا هستن و به خاطر کرونا هم اونا مثل من از لبخونی محروم شدن، چه در دوره قبل از کرونا و چه در دوره بعد از کرونا. اطلاعات و سواد سلامت ناشنواها به خاطر عدم دسترسیشون به اطلاعات منتشر شده از تلویزیون و سایر منابع، حتی شبکه‌های خارجی مثل بی بی سی و غیره، به خاطر اینکه زیرنویس نمیشه یا مترجم زبان اشاره نداره خیلی کم هستش. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها خواسته در زمان شیوع کرونا این اقدام‌ها را برای معلولان انجام دهند. در دسترس بودن اطلاعات بهداشتی و خبری، شناسایی نیازهای مالی معلولان، رایگان بودن ماسک و ژل برای مؤسسات خدماتی معلولان، توجه به معلولان با بیماری‌های زمینه‌ای و ارزان و فراگیر بودن مراقبت‌های بهداشتی و درمانی. اما بعضی از معلولان می‌گویند اقدام‌های دولت ایران و سازمان بهزیستی برای حمایت از آنها در دوران کرونا کافی نیست. من خودم بیکار هستم و سعی میکنم که از کارهای متفرقه استفاده کنم برای کسب درآمد، چون دولت هیچ حمایتی نمیکنه و اینکه با ماهی 200,000 تومان سعی میکنه که ما رو از فقر نجات بده، طبیعتا خوب جواب نمیده و من و دیگر دوستانم مجبور هستیم که کار کنیم. کرونا بار سنگینی بر دوش معلولان در ایران گذاشته. تحصیل، شغل، وضعیت سلامتی آنها که بدون کرونا هم مشکلات خود را دارد حالا سخت‌تر شده. کرونا باعث شده چرخ زندگی معلولان کندتر بچرخد. فرین آسمی، بی بی سی. بررسی زباله‌های پلاستیکی در 10 کشور نشان داده که 3 شرکت بزرگ تولید مواد خوراکی و نوشیدنی مسبب بیشترین آلودگی به پلاستیک در کره زمین هستند. طبق این برآورد، 3 شرکت کوکاکولا، پپسی و نسله در آلوده کردن طبیعت زمین به میلیاردها قطعه پلاستیک یک بار مصرف بیشترین سهم را دارند. گزارش سیاوش علران را ببینیم. نام این هیولا پلاستیک. سازنده هیولا بزرگترین شرکت خوراکی دنیا. مشکل این است که محصولات نسله به شکل هیولا به مشتری فروخته نمی شود. ولی پلاستیک یک بار مصرف بلای جان طبیعت است. مقصر هم فقط نسله نیست. شرکت پپسی هم هست. نسله و پپسی مقام دوم و سوم را در آلوده کردن جهان به پلاستیک دارند. مقام اول که به اندازه نسله و پپسی روی هم پلاستیک تولید می کند شرکت دیگری است. یک تشکیلات ضد پلاستیک 15,000 داوطلب را به کار گرفت تا 100,000 قطعه آشغال پلاستیکی رها شده در طبیعت 55 کشور را بررسی کند. 5 آلاینده اول جهان، کوکاکولا و سپس پپسیکو، نسلی، یونیلیور و ماندلیز اینترنشنال. در این کلیپ تبلیغاتی به این شرکت‌های آلاینده گفته شد وظیفه ما پاکسازی جهان از ریخت و پاش‌های شما نیست، این مسئولیت شماست. شرکت‌های خوراکی بزرگ دنیا می‌گویند مسئولیت خود را پذیرفتند و برای حل آلودگی دریا و خشکی به پلاستیک سخت در تلاشند.
اما این سومین سال پی در پی است که کوکاکولا، پپسی و نسله سه آلاینده اول جهان معرفی شدند. کوکاکولا گفته میکوشد تا 10 سال دیگر همه پلاستیکی که تولید میکند قابل بازیافت باشند. نسله گفته این کار را تا 5 سال دیگر میکند. اما واقعیت این است که فقط 9% پلاستیک های یک بار مصرف در جهان بازیافت میشوند. و چون یک قطع پلاستیک قابل بازیافت توصیف شده، معنایش این نیست که حتما بازیافت میشود. شرکت های بزرگ خوراکی میگویند اگر محصولات خود را با پلاستیک نفروشند، غذای داخلش زود فاسد میشود. ولی هر سال که بر حجم پلاستیک خود میافزایند، نمیگویند آیا قبلا غذای فاسد به مشتری میفروختند؟ دولت‌ها هم بر این شرکت‌ها که به گردش اقتصاد کمک می‌کنند فشاری نمی‌آورند که هزینه واقعی فعالیت‌های خود را بپردازند. هزینه‌ای که وقتی روی هم جمع شود، نهایتاً از جیب طبیعت می‌رود. تا وقتی که دیگر طبیعت جایی برای زندگی، آنگونه که سازگار با خودش باشد، باقی نگذارد. راه حل ایده‌آل نه پلاستیک بازیافتی بیشتر و نه بسته‌بندی کاغذی است که مشکلات خودش را دارد. هر دو نمونه‌های مصرف‌گرایی و فرهنگ دورریز هستند. راه حل ایده‌آل ترویج پر کردن و استفاده همیشگی از یک بطری غیر پلاستیکی است. برای رسیدن به این ایده‌آل لازم نیست راه دوری رفت. سیاوش اردلان، بی بی سی. امسال 250مین سالگرد تولد بتهوون مشهورترین آهنگساز موسیقی کلاسیک جهان است. قرار بود به این مناسبت صدها برنامه در بزرگداشت او در سراسر آلمان برگزار شود که کرونا بیشتر آنها را ناممکن کرد. اما یک آهنگساز ایرانی به همین مناسبت آلبومی ساخته به نام این بتهوون نیست. مریم انصاری با او در برلین گفتگو کرده. وقتی اندیشه ای از خاطرم می گذرد، آن را به صورت نوت‌های موسیقی تصور می کنم. بتهوون، نابغه موسیقی کلاسیک جهان که در زمستانی سرد و کرونا زده 250 ساله می شود. اگر می شد پلی زد میان بتهوون و پیشتازان امروز موسیقی کلاسیک، اگر بتهوون را به قرن ما دعوت می کردیم، قطعات او چگونه بازنوشته می شدند؟ اونا فانتزیا ساخته آرش صفایان بر اساس سونات مهتاب بتهوون. این بتهوون نیست، آلبومی است برگرفته از آثار بتهوون که آرش صفایان با تغییرات و آرایشی جدید از قطعات اصلی ساخته. قطعاتی که گاه نزدیک به سرچشمه اصلی است، گاه از آن فاصله می‌گیرد، گاه نرمتر است، گاه امواجش بلندتر بر ساحل می‌نشیند. چالشی بزرگ در مواجهه با بتهوون و درگیر شدن با ساختار پیچیده موسیقی او. این آلبوم با همکاری ارکستر مجلسی زوریخ و پیانیست مطرح آلمان سباستین کناور به ثمر نشسته. برای من زندگی بتهوون و تاریخ قطعاتی که ساخته سرگذشت یک رهاییه. رهایی از قالب‌ها و قیدهای اجتماعی زمان خودش. نقطه اوج این پروسه در محتوای سمفونی شماره 9 او انعکاس یافته که همه میشناسیم. برادری و همبستگی همه انسان‌ها. و همینطور رهایی موسیقی کلاسیک از قالب‌هایی که تا اون زمان رایج بوده. مثل موسیقی هایدن، موزارت و موسیقی کلاسیک وین و غیره. چیزی که برای من جالبه اینه که بتهوون برای این رهایی با خودش درگیر شد. به صادقانه ترین و شخصی ترین شکل. از آرش صفاییان به عنوان یکی از خلاق‌ترین آهنگسازان معاصر اروپا یاد می‌شود. او قطعات بسیاری برای ارکستر سمفونی، اپرا و موسیقی فیلم ساخته و جوایز بسیاری برده. Davor hier. Die Stelle, da spielst du vorne. Beethoven mich natürlich. کودکی من از بتهوون تأثیر زیادی گرفت. با شنیدن موسیقی او که پدرم برام می‌ذاشت. یادم یک فروشگاه در تهران بود به اسم بتهوون که کاست‌هایی داشت که عکس بتهوون روش بود. عکس مردی با یک نگاه جدی. با گوش دادن به آلبوم شما آدم احساس می‌کنه که این هم بتهوون هست هم نیست.
میشه بگیم با کارهای بتوون واقعا چیکار کردین؟ خیلی ساده جواب بدم. من میخوام پاستا درست کنم. حالا یه وقت با سس گوجه فرنگی، یه بار با یه سس دیگه. پاستا همیشه پاستا میمونه ولی با طعمای مختلف. این در موسیقی هم صدق میکنه. من یک قطعه 3 یا 4 ثانیه‌ای از بتوون گرفتم و اون ایده‌ای که بتوون 250 سال پیش داشته بیرون کشیدم و ازش نسخه های مختلفی ساختم که از فکر و ایده من تأثیر گرفته. در ضمن بتوون خودش همین کارو کرده. او واریاسیون های زیادی نوشته از کمپونیست هایی که پیش از او بودن. او ایده ای رو از اونها گرفته و از اون قطعه جدید ساخته. این یک چرخه بی انتهاست. آرش صفایان میگوید هنرمندان مسئولیتی دارند چون می توانند روایتگر زمان خود باشند، چه در موسیقی چه در زندگی. بتوون درست در همین زمانه و اتفاقا به ما ایرانی ها نشون میده که چقدر مهمه برای آزادی خود، برای انسانیت و برای همدردی و همبستگی اجتماعی بجنگی. تمام داستان زندگی او رسیدن به انسانیت و آثار او بیان جهانی انسانیت. مریم انصاری، برلین. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.